زمانی که برادران مکدونالد اولین هات‌داگ فروشی خودشون رو افتتاح کردن، تصور نمی‌کردن رستورانشون تبدیل به محبوب ترین رستوران زنجیره‌ای جهان بشه. مکدونالد بزرگترین فست‌فود زنجیره‌ای در جهان. اولین شعبه این رستوران در سال 1948 و توسط دو برادر به نام‌های ریچارد و موریس مکدونالد در سن برناردینوی کالیفرنیا راه اندازی شد. منوی اولیه این رستوران شامل همبرگر، چیزبرگر، سیب زمینی سرخ کرده و نوشابه بود تا اونها بتونن غذاهای ارزون رو در اسرع وقت به مشتریهای خودشون تحویل بدن. لوگوی اولیه این رستوران یه همبرگر بود که رو سرش کلاه آشپز داشت و نامش اسپیدی بود. در سال 1962 این لوگو به منحنی‌های خمیده طلایی رنگ تبدیل شد و در سال 1968 به شکل یک ام بزرگ به نوشته مکدونالد طراحی شد. امروزه این رستوران بیش از 36900 شعبه در سراسر جهان داره. به برنامه تاریخچه مکدونالد خیلی خوش اومدید. با ما همراه باشید. لایک، کامنت و بعد سابسکرایب یادتون نره. خانواده مکدونالد در اواخر دهه 1930 از منچستر به هالیوود مهاجرت کردند. ریچارد و موریس مکدونالد به عنوان عوامل پشت صحنه در استودیوی ساخت فیلم استخدام شدند. پدر اونها یعنی پاتریک مکدونالد در سال 1937 یک کیوسک تهیه غذا در نزدیکی فروشگاه مونوریا در کالیفرنیا راه اندازی کرد. منوی این رستوران کوچک بود و ابتدا فقط ساندویچ هات‌داگ بود. مدتی بعد ساندویچ همبرگر به قیمت 10 سنت و نوشیدنی آب پرتقال نامحدود به مبلغ 5 سنت به منوی رستوران اضافه شد. ریچارد و موریس مکدونالد در سال 1940 این کیوسک فروش ساندویچ رو چندین کیلومتر جابجا کردند و به سن برناردینوی کالیفرنیا منتقل کردند. اونها اسم رستوران رو مکدونالدز بار بی کیو گذاشتند. منوی غذای اونها شامل 25 نوع غذا بود و اکثرشون غذاهای کبابی بودند. رستوران اونها از دست رستوران‌هایی بود که مردم داخل ماشین خود در پارکینگ می‌نشستند و پیش خدمت‌ها سفارش اونها رو گرفته و غذا رو به اونها تحویل می‌دادند. در سال 1948 این دو برادر متوجه شدند که بیشترین سود اونها از فروش همبرگر به دست میاد. اونها منوی خودشون رو تغییر دادن و این بار فقط همبرگر، چیزبرگر، چیپس سیب زمینی، قهوه، نوشیدنی‌های بدون الکل و کیک سیب رو داخل منوی خودشون قرار دادن. اونها در همان سال اول تغییرات اساسی در رستوران ایجاد کردند. چیپس سیب زمینی و کیک سیب در منوی غذایی جای خودش رو به سیب زمینی سرخ کرده و میلک شیک داد. و رستوران از حالتی که غذا رو داخل ماشین سرو میکرد تغییر کرد و به سلف سرویس تبدیل شد. اونها همچنین آشپزخونه رستوران رو طوری طراحی کردند که بیشترین بهره‌وری رو داشتند و نام رستوران هم به مکدونالد تغییر کرد و چند ماه بعد دوباره بازگشایی شد. این دو برادر در سال 1952 تصمیم گرفتند که ساختمان رستوران رو با هدف افزایش بهره‌وری و داشتن ظاهر زیباتر تغییر بدن. اونها برای طراحی ساختمان خودشون آگهی پخش کردند و با حداقل 4 معمار مصاحبه کردند و در نهایت استنلی کلارک رو انتخاب کردند. ریچارد و موریس به همراه کلارک روی طراحی جدید ساختمان رستوران با هم فکری کردند. اونها نقشه رستوران رو در ابعاد واقعی و توسط گچ روی زمین تنیس نزدیک خونه مکدونالد ها طراحی کردند. در طراحی رستوران جدید از سرامیک های قرمز و سفید، فولاد ضد زنگ و ورقه های فلزی با رنگ های روشن، شیشه و نئون های قرمز، زرد، سفید و سبز استفاده شد. اونها همچنین لوگوی رستوران یعنی همبرگر که کلاه سرآشپز روی سرش بود یعنی اسپیدی رو با چراغ‌های متحرک نئون طراحی کردند. استفاده از تکنیک‌های بازاریابی رستوران معمولی مکدونالد رو تبدیل به یک فست‌فود زنجیره‌ای کرد. اونها وسایل گرمایشی رو کاهش دادن تا مشتری‌ها دلشون نخواهد برای مدت طولانی داخل رستوران بنشینند. صندلی‌های رستوران به گونه‌ای طراحی شده بود که مشتری‌ها به غذای خود مسلط باشند تا بتونن سریع‌تر غذا بخورند. صندلی‌ها کمی بیشتر از حد معمول با هم فاصله داشتند تا مشتری‌ها نتوانند زیاد با هم صحبت کنند. لیوان‌های مشتری‌ها به شکل مخروطی بود تا اونها مجبور باشن در حین غذا خوردن لیوان خودشون رو در دستشون نگه داشته و همین موضوع باعث بالا رفتن سرعت اونها در غذا خوردن بشه. بسیاری از شرکت‌های دیگه مانند برگر کینگ، وایت کسل و سابوی از استراتژی مکدونالد برای رستوران‌های خودشون استفاده کردند. در اواخر سال 1953 برادرهای مکدونالد تصمیم گرفتند که با دادن حق امتیاز شعبه‌های دیگری از این رستوران رو راه اندازی کنند. نیل فاکس، توزیع کننده شرکت نفت جنرال، اولین شخصی بود که حق امتیاز رستوران‌های آنها رو خرید. خریداران بعدی حق امتیاز راجر ویلیامز و برادت لندن بودند. جالب بدونید که شعبه‌ای که این دو نفر تأسیس کردن امروز قدیمی ترین شعبه رستوران مکدونالد. این شعبه مجبور نبود تا رستورانش رو مطابق با آخرین تغییرات مکدونالد تغییر بده، زیرا حق امتیاز اونها توسط شرکت مکدونالد به آنها اعطا نشده بود، بلکه برادران مکدونالد مستقیما این حق امتیاز رو به خریداران اونها داده بودند. ری کراک، فروشنده مخلوط کنهای میلشک، در سال 1954 متوجه شد که 8 عدد از این دستگاه‌ها در شعبه سن برناردینوی این رستوران مورد استفاده قرار گرفته. او کنجکاو شد و به همراه دوستش یعنی چارلز لوئیس به رستوران مکدونالد رفت. کراک به برادرهای مکدونالد پیشنهاد داد که در کشورهای دیگر نیز شعبات خودشون رو راه اندازی کنند. این دو برادر ابتدا کمی دچار شک و تردید شدند، اما در نهایت کراک توانست اونها رو راضی کنه تا مدیریت و مسئولیت راه اندازی شعبات اونها رو در خارج از کشور رو به عهده بگیره. کراک معتقد بود که تبلیغات نقش بسیار مهمی رو در بالا بردن فروش محصولات ایفا می‌کنه. بنابراین شرکت مکدونالد در سال 1960 توانست با استفاده از راه اندازی چند کمپین تبلیغاتی میزان فروش خودش رو چند برابر کنه. روند رشد این شرکت ادامه داشت تا اینکه کراک در سال 1961 سهم برادران مکدونالد رو به قیمت 2.7 میلیون دلار و پرداخت 1.9% از فروش سالیانه به این دو برادر خریداری کرد تا این شرکت رو تبدیل به موفق‌ترین رستوران‌های زنجیره‌ای سراسر کشور کنه. این شرکت در سال 1962 اولین لوگوی منحنی شکل طلایی خودش رو معرفی کرد و سال بعد توانست میلیون‌ها همبرگر رو به فروش برسونه. اونها در راستای استفاده از تبلیغات رونالد مکدونالد که یک دلغک با موهای قرمز بود رو معرفی کردند تا بتونن با سرگرم کردن بچه‌ها اونها رو به برند خودشون علاقه‌مند کنن. از دیگر چالش‌هایی که مکدونالد در طول این سالها با آن روبرو بود، میتوان به شکایت از خطرناک بودن بسته‌های محصولات این رستوران برای جنگل‌های بارانی اشاره کرد. مکدونالد برای رفع این مشکل در سال 1990 تعهد جهانی محیط زیست رو ایجاد کرد. این شرکت حجم زباله‌های خودش رو کاهش داد و به حفاظت از منابع طبیعی پرداخت. در نتیجه امروزه 80% از بسته‌بندی‌های این شرکت توسط مواد تجدیدپذیر ساخته میشن. در نهایت میتوان گفت که تبلیغات، ارائه محصولات خلاقانه، بسته‌بندی‌های جذاب و ارائه راه‌حل‌های هوشمندانه برای پشت سر گذاشتن چالش‌ها از جمله عواملی هستند که باعث شدند رستوران‌های زنجیره‌ای مکدونالد بعد از گذشت چندین دهه محبوبیتشون رو حفظ کرده و روز به روز به تعداد شعبات اونها افزوده بشه. ممنونیم که تا انتهای برنامه تاریخچه مکدونالد با ما همراه بودید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشین. لایک، کامنت فراموش نشه. شب و روزگارتون خوش.